گفتگوم رو ادامه میدم با دکتر ایدانی، نویسنده، پژوهشگر روانشناسی اجتماعی و مدرس فلسفه پدیدشناسی. ایدانی، در گفتگوی قبلی ما به این نتیجه رسیدیم که چقدر مهمه من خودم رو بشناسم و بنابراین شد که شما کلیدی به دست ما بدیم که من رو در این راه کمک بکنه. مستقیم بینیم سر بحث امروز، ادامه بحث جلسه گذشته، که قدم اول رو من میخوام بدونم که در راه خودشناسی قدم اولی که من باید بردارم، گام اولی که باید بردارم چی هست؟ پرسش بسیار بسیار پیچیده و بغرنج و مشکلی رو طرح میکنم، ولی اینو میشه بگه که از پرسش های بنیادین. قبل از اینکه واردش بشیم تا اونجایی که وقت اجازه میده، بهتر ذکر بکنم که خود من بنیاد نظر انداختن به جهانی که من توشم. بنابراین هیچ کس خودشو بهتر از خیشتن نمیشناسه. حالا این بهتر از خود خودشو نمیشناسه یعنی چی؟ اینجاست که ما باید لایه‌های مفهوم من هستم و بشکافیم که نیاز به تعمق بسیار عمیق و وقت زیاد داره. ولی خب میتونم دو مسئله ای رو، موضوعی رو چیز بکنم که بتونیم گفتگو رو باز بکنیم برای امروز. خودشناسی در عقل سلیم به وجود نمیاد. عقل به ماها غرقیم در عقل سلیم. عقل سلیم یعنی این که چیزهایی که عادت شده میگیم میفهمم، سنت، تحکیمهایی که شده، درسهایی که به ما دادن ولی نذاشتن پرسش بکنیم چرا. این خودو زیر آوار پیچیدگی ها و نافهمی ها کرد. از این بابت مسئله خودشناسی نیاز به یک مفهومی داره که باید به طور جدی تحقیق بشه که ما بهش میگیم کشف ادراک، درک. درک یعنی چی؟ درک یعنی اینکه من آموخته باشم پرسش های بنیادی رو که معنا میرسونه، نه فقط میگه اینه اینه اینه، یا تحکیم میکنه که اینه 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 و منم میگم قبول دارم و به طرف دیگری که میرسم میگم چون اون به من گفته اینه اینه، منم به تو میگم این اینه. هر وقتی که تو صحبت میکنی با هر کسی در هر موقعیتی که هستی، هر چی میگه این من توشه. بنابراین یکی از چیزهایی که ما باید زیاد بهش توجه بکنیم، یکی اینکه شعور فردیه و شعور جمعیه. پرسش شما در رابطه با کدومه؟ تو ما بدون همدیگه، یعنی شعور فردی من با شعور جمعی من، جز یک زبانم، جز یک فرهنگم، جز یک تاریخم، جز یک سنتم، اینا همه توی این هست. حالا قدم اول ما باید درون اینها چیز بکنیم و این نیاز به واکاوی دارد. بسیار خب، این شعور فردی و شعور جمعی آیا اصلا قابل تفکیک از هم هستن یا نه اصلا کاملا جدا هستن و ما بناست اول شعور فردیمون رو بشناسیم بعد شعور جمعی، یا نه این دو اونچنان در هم گره خوردن که اصلا نمیشه تفکیکشون؟ خب اول ما باید بشینیم به طور جدی مفهوم شعور چیست. شعور چیزایی که من میگم فقط واژه نیستن ها، مفهوم هست. اینا مفهومن که تاریخ دارن، پیشینه دارن. اگه ما اینا رو ندونیم، ما فقط اینا رو نشخوار میکنیم و میزنیم بیرون. حتی این دو موضوعی که الان من گفتم، شعور فردی و شعور اجتماعی، که میتونه یکی از سوالهای باشه که ما میتونیم دهه ها روش تحقیق بکنیم و تمام فرهنگ خودمون زیر سوال قرار بدیم، تمام ایدئولوژی که تو ایران داره تحکیم میکنه بر جامعه رو زیر سوال قرار بدیم، تمام متونی که اصلا باز نشدن رو
به طور جدی به نقد بکشونیم که اینا چی گفتن ما چه میفهمیم یا چه گفتن ما چه نفهمیدیم. اینجاست که فلسفه میاد، که میگه فلسفه مشکل تراشی میکنه، نه اینکه فیلسوف مشکل تراشی، میگه چرا، و این چرا اون چرای که عجین شده در گفتمان یا گفتگوی عقل سلیم یا گفتگوی ثابت شده در معناها نیستش. اینجاست که ما باید خیلی توجه بکنیم به مسائل اذهان، علو خصوص مسائل الگوها. حالا این الگوها میتونه بسیار کهنه باشه که ما هیچ کدوم توش نرفتیم، یا الگوهایی که ما اومدیم اینجا یاد گرفتیم. مثلا ایناست که ما باید خیلی عمیق بهشون توجه بکنیم وقتی میگیم قدم اول. از کجا باید شروع بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ این مسئله چون ما بریم به منبع باورهامون، منبع باورهامون رو ما باید یکی یکی بکشیم بیرون، بگیم این چه معنایی دارد، این چه تأثیری گذاشته، این چه تأثیری نگذاشته، این چرا به من تحکیم شده، این چرا به من گفته نشده. و تمام این مسائل باید واقعا به طور جدی، اگر میخوام فرهنگ رو باز بکنیم که بسته است. فرهنگ یک واژه است، یک مفهومه، فرهنگ کاره ای نیست، ماییم که بهش بالو پر دادیم یا ندادیم. و درون این فرهنگ مفاهیمی هست که ما فقط بهشون نگاه میکنیم، خیره شدیم بهشون. و حالا بناس راجبه همونا سوال بپرسیم و پس این پرسیدنه، این چون از ابتدای صحبت شما تاکیدتون بر این بود که من کیستم و این پرسشه، اینجا هم بازم بحث این هستش. میتونید لطفاً یه مثال به من بدین در که من بفهمم این منظورتون چی هست از این که یه نمونه از این پرسشه، از این سواله که خیلی باید بنیادی باشه، خارج از عادات باشه، میدونید خارج از تحمیل ها باشه، من باید بپرسم راجع به یک چیزی. میتونم یه نمونه داشته باشم از این؟ میتونیم نمونه های زیادی بهتون بدم، ولی قبل از اینکه برم وارد نمونه، بهتره که تاکید بکنم که معنا رو، یعنی مفهوم من رو، کسی که صاحب قدرت تحکیم میکنه. تو خیال میکنی میگی من ولی اگر اون مسائل رو واکاوی نکنی، اون پرسشی که چیز نکنی، تو خیال میکنی تو این من واقعا من منه، در صورتی که نیست. چون قدرت منبع باور تو رو تحکیم میکنه، علاوه خصوص در فرهنگ و محیطی که تو به عنوان یک فرد نمیتونی پرسش بکنی چرا من باید این آیه رو، مثلا اون رفتار رو، این عقیده رو باور کنم، من چرا باید هرچی شما میگید رو حفظ بکنم، تا اینکه پرسش هایی که در ذهنم الان داره چشمه میگیره رو از شما سوال بکنم. اینو ما بهش میگیم گفتگوهای سقراطی. پس این پرسش ها صرفا پرسیدن درباره اونچه که دیگران بهش معتقدن و ما نیستیم نیست، این پرسیدن حتی در مورد مسائلی که خودمون هم بهش باور داریم. کاملا درسته. اگر فرهنگی که توش دانش و شعور به ادراک روش نکرده باشه، مردمش پلاسید میشن، نمیتونن پرسش بکنن. ما توی مثلا فرهنگ ما پرسشی نمیدیم زیاد، ما اصلا پرسش نمیکنیم. اگرم میکنیم، اینا همه چیزهایی که به قول خودم بی خاصیت شده. اینجاست که مسئله قدم اول رو دارم صحبت میکنیم، ایناست که انگیزه رو به وجود میاره که بریم وارد پوسته اون پرسش بسیار بسیار مهمی که شما کردید. این اتفاقا موضوع برنامه امروز تقریبا در همین زمینه است که ما صحبت کردیم، و من فکر میکنم این موضوع ریشه در گذشته ما، سیستم آموزشی ما. من تو سیستم آموزشی یاد نگرفتم که چگونه سوال بپرسم، هیچ وقت به من این اجازه داده نشده که سوال بپرسم، و فکر میکنم که این مشکل امروز هم گریبان منو گرفته و همچنان من بلد نیستم سوال بپرسم. و همینه که من مثال میخوام داشته باشم به خاطر این هستش که یاد بگیرم آقا من در مورد چی باید بپرسم. آیا باید بپرسم که آقای ایدانی داخل این لیوان من آب هست یا نه، یا اینکه نگاه کنید، شعور و اندیشه با ستیزگری خو نداره. من تو چکیده است از سرمایه فکری که درونش تمام خشونت بوده و تحکیم بوده. پس این من مملو از دردها، اگه واقعا بخواد پی ببره
باز بکنه، ریشه یابی بکنه، متوجه میشه که واقعا توش چه گذشته. اینا رو ما باید به دقت و عمیق بهش توجه بکنیم. صاحب قدرت گفتم حاکم آموزش و پرورش توه، به تو گفته این درس خوبیست، این معلم است که اینو به تو درس داده، تو باید اینو حفظ بکنی، امتحان بدی، تمام شد و رفت. ولی بد نگفته پرسش تو چیه، دغدغه تو چیه، کودک 10 ساله، نمیدونم دانشجوی کلاس سوم راهنمایی، راهنمایی وقتی به دانشگاه رسید. در تخیلات خیلی از خودمون ما خیال میکنیم که فکر میکنیم. من همیشه میگم بنابراین ما اصلا فکر نمیکنیم، یعنی که نه اینکه ما فکر نمیکنیم، قربانی یک سیستم قدرتمندی که ما رو مجبور کرده که فکر نکنیم و در این بهبوه عقل سلیم حاکمه. یه سوالی برای من مطرح شد، ما رو مجبور کرده که فکر نکنیم یا فضا برای فکر کردن رو بسته؟ یعنی اگر من میخواستم فکر بکنم کسی نبود که یقه منو گرفته باشه بگه تو نمیتونی فکر بکنی. این خوشحالم که اینو میگید، ولی قدرت همیشه حضور داره. اینجاست که فکر کنم پرسش خود جواب خودتون رو خودتون دادی تا حدودی. همینه که الان گفتی در بافت گفتگوی روشنفکری ما جزء عقل سلیمه. چون ما باید مثل شیریس بچسبیم به نوع و انواع نگرش های عمیق‌تری نسبت به تولیدهایی که شدیم، که میگیم من تولیدم، منی که ساخته و پرداخته شده برای ما، من تولیدم، تولید تجربیات خودم و دانش و آگاهی و ناآگاهی و تعلقات و کمبودها و هرچی که میخوام چیز بکنیم. وقتی میگه من، مجموعی است از تمام این چیزها و اون گذشته که من توش اومدم وقتی به دنیا اومدم. چون ما اینو نداریم، خیلی از ماها با وصف اینکه علاقه، اشتیاق و همه این چیزا رو داریم، نمیدونیم به کجا بریم با این مسائل. اینجاست که ما میگیم گم شدیم و برمیگردیم به سوالمون. اولین گام من برای اینکه به این گم شدگی ادامه ندم و از امروز پیدا بکنم یه چیزایی رو، حالا هرچند هر روز به اندازه همون روز، اولین قدم برای من چه خواهد بود؟ اولین قدم به طور ساده جستن و آگاه شدن، دریافت ما و اندیشه هامون در گفتگوهای صادق. منظور از گفتگوی صادق چی هست؟ که تنها در یک نوع دانش خاص که در فلسفه هست، که درونش نه ایدئولوژی تحکیم میکنه، نه دوگم تحکیم میکنه و نه من از تو برترم تحکیم میکنه، ولی ما رو در اون گفتگو در شرایطی قرار میده که بتونیم راحت بپذیریم که حتی اون موقعی که حتی با هم خیلی متفاوتیم، داریم هدفمندانه واکاوی میکنیم، نه خشونت، نه کینه ورزی، نه عقده ورزی، نه حسادت. ما اینا رو نداریم. اینجاست که شما میتونید به این مسئله خوب نگاه بکنید، بگید درون این فرهنگ ما باید این گفتگو رو آغاز بکنیم. و مسئله این که قدم اول اینه که من دانشم، آگاهیم از فرهنگم، از تاریخم، ریشه اندیشه نقد کردنم، تفسیر کردنم، تأویل کردنم، حد و مرزش کجاست؟ منی که میگم مدرنم، واقعا مدرن یعنی چی؟ در بافت مدرن، جامعه‌ای که بسته است نمیتونه مدرنیسم وجود بیاره، چون انسان نمیتونه راحت بپرسه، نقد بکنه، راحت باشه توی کافه که میره، با دوست دخترش که میره، جایی سینمایی که میره، توی دانشگاه نشسته تاریخ میخونه. اینا خیلی مهمه با اون پرسشی که شما میکنید. من دارم تمام ابعاد کل ما نگاه میکنیم و جز جز باید نگاه بکنیم. هر وقت ما صحبت میکنیم باید اول هم به جز توجه بکنیم و هم به کل. ما یا میشیم کلیگرا
یا اینقدر باریک اندیش میشیم که میرسیم به جزگرا. وقتی اینا با هم دیگه برخورد میکنن، مفهوم و مسیر خودشناسی خیلی مختل و پیچیده میشه. خب پس از گفتگو باید آغاز بکنیم و از گفتگو با خودمون. با خودمون. نه با خودم توی آینه. من و تو. خب این پرسش کردن خودم از خودم نتیجه خوبی نخواهد داد. سوال کردن از خودت چیز خوبیه. دقیقاً چون تو به هیچ عنوان نمیتونی به جایی برسی با خودت. ولی میتونی پرسش‌های بنیادی که میکنی و در محیط دانش آزادمندانه، رها بخش و شاد گرایانه با دیگری به گفتگو بنشینی. تو میگه من با خودم صحبت میکنم، یعنی من به نوعی ایزولو شدم یا به نوعی از خود بیگانه شدم. در فلسفه و در روانکاوی ما اینو میبینیم. من اینو میبینم تو ایرانی ها مثلا، این که مثلا میگه من در آینه خودمو نگاه میکنم میگم صادقم، این جوک بیمزه ای برای من. این یک نوع فرار از واقعیته، چون من با شماست اینه که الان منو به شما ملحق میکنه، نه اینکه من تا صبح بشم اینا رو به خودم بگم. من یه سوالی دارم اینجا. الان من میخوام با شما وارد تعامل بشم همونجوری که داریم صحبت میکنیم، اما منمو نمیشناسم. کدوم من باید بیاد با شما وارد تعامل و گفتگو بشه؟ همین سطحی که هستی. چیزایی که من به تو میدم، وظیفه تو اینه که بری تحقیق بکنی. من دارم یک دانش خاصی رو به تو میدم. این که مثلا من الان اومدم، شما از من یک پرسش خیلی خیلی بنیادی کردی، این به خاطر پرسش شماست که من میتونم اینطور حرف بزنم. یعنی اگر این پرسش خوب نبود، من نمیتونم این داده های اندیشه فکری که سالها و سالها روش تعمق کردم، فکر کردم، کار کردم و به شما و به مخاطبینتون تحویل بدیم. پس نتیجتا ما باید از خودمون هم سوال بپرسیم. یعنی پیش از اون که به وارد اون گفتگوی صادق بشیم، اول باید صداقت بین من با خودم در جریان باشه. اون که اصله، ولی وقتی من به این مقطع رسیدم که من باید با خودم صادق باشم، من باید شروع کنم به کار کردن. یعنی مطالعه کردن، سمینار گذاشتن، گفتگو کردن، بحث کردن، جدال کردن در ماورای یک متن، در یک عمیقا به یک فیلم نگاه کردم و گفتن این چیه. این هاست که دانش روش میده، نه که من فقط برام بگم خب من میخوام صادق باشم و با وصف این که من به خودم گفتم صادق نیستم، فردا صادق خواهم بود. اینا خیلی زیبا و شاعرانه، این چیز خوبیه، ولی کمکی نمیکنه که فرهنگ و دموکراتیزه بکنه. اتفاقا من خیلی گفتگو رو باز بکنم. دوست دارم که از این فضای شاعرانه فاصله بگیریم، به واقعیت برسیم. میفهم. خب و توی این واقعیت من الان مسئلم با خودم این هست، من خب اول باید واقعا با تک تک شؤونات رفتاری خودم با صداقت برخورد بکنم. اگر بناس نقدشون بکنم، اگر بناس تشویق بکنم، خودم رو تشویق بکنم. پس در درجه اول من این موضوع واقعا میخوام برام روشن بشه که من باید به پرسش از خودم بپردازم و شروع بکنم گفتگو رو با خودم. از آیا این پرسش ها باید پرسش های بنیادین باشه یا پرسش های روزمره باشه یا تلفیقی از پرسش های مختلفی که ممکنه به ذهن من بیاد؟ چه پرسش های بسیار با ارزش شما تر میکنید. نگاه کنید، پرسش هر چند بنیادی هم باشه، اگر جایگاهش رو من توی ذهنم ندونم، متاسفانه بی مورد به هدر کشیده میشه. وقتی من میگم پرسش بنیادین، من دارم از یک چیز سترگی پرسش میکنم، نه شما، چون شما فقط یک قطره این توی این سوال و من که اون تاریخمونه، اون فرهنگمونه، اونایی که ما به ما سیغل دارن که کی هستیم. ما وقتی این پرسش رو میکنیم، باید از اونایی که میگن من میدانم، تو نمیدانی، ادعا میکنن که من واقعا میدانم، ولی واقعا نمیدانم. یا اگرم میدانن، به خاطر مسئله خودخواهی خودشونه که میگه من بهتر از تو میدانم. ما در اون شرایط هیچ گفتگویی به وجود نمیاد بین من و شما. فرهنگ ما در رابطه این مسئله بسیار فقیره، هر خصوص در سطح فرهیخته باش. مردم عادی بزنیم که چون نقش روشن فکر، نقش استاد دانشگاه، نقش روزنامه نگار، نقش منقد ادبی، نقش اون کمدین، نقش بازیگر تئاتر، اینا همه مهمه در این پرسش. مسلمه.
این پرسش شما خیلی بنیادیه اگر در ابعاد متفاوتش بهش نگاه بکنیم و میتونه ما رو کمک بکنه که ما بگیم به خاطر همین میگم اون شعور فردی و جمعی همین. اینا با هم دیگه باید آستاسه خودجوشانه ادغام بشن، یاد بگیرن، به هم دیگه بیاموزیم که واقعا وارد یک گفتگوی معناساز بشیم. اونجاست که قدم اول واقعا میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشه. خب پس ما اگر بخوام یه نتیجه گیری ساده بکنیم، به این نتیجه میرسیم از این بحث که قدم اول در راه خودشناسی گفتگو هست و یا پرسش طرح کردن. اما من هنوز یه سوال کوچولو اینجا دارم که این پرسش، من الان میخوام وارد این راه بشم، من تا امروز تو این راه نبودم، من فیلسوف نیستم، من فلسفه نخوندم، من دانشجوی فلسفه نیستم، من میخوام الان وارد این راه بشم و میخوام بدونم تا الان از خودم سوال نپرسیدم، داشتم دنبال نون رو بردم بودم، دنبال درس خوندم بودم، فرصت پیدا نشده. به اونایی که لقب فیلسوف به خوش میزن زیاد بهشون اطمینان نکنید، بهشون امتیاز ندید، چون توی ایران خیلی هستن که شما رو اصلا داغون کرد. شما رو اصلا داغون کرد. از نوع شوخیت هم خیلی خوشم میاد، درست هم هستش، چون آدم وقتی ناچار میشه مجبوره به اونجا بره به بقای ادامه بده. چیزی که به هم گفتی درسته، من هیچ کنه واکنشی نسبت به ندارم، اتفاقا دوستم یک کنشی نشون بدم که تمام بدبختی ما به خاطر همونه که شما گفتید، که میگن فیلسوفم، که میگه جامعه شناسم، که میگه روان شناسم، که میگه منقد قدرتم، چون هیچ رو باش برخورد نمی کنن. ولی پرسش کوچیکی به شما بدم در مورد پرسش خیلی مهمی که میگین کوچیکه دادید اینه که به این توجه بکنید، در هر بعد فکری هر کسی هستید به یک واژه همیشه توجه بکنید و آن اندیشه است. اندیشه درست فقط و فقط با مسائل انسانی و جهانی که او باش مستقیم رابطه داره امکان پذیر. حالا اگر انتظار داری که اون فیلسوف به تو جواب بده، فکر کنم تو دانش تو، عقل تو، شعور تو، انسانیت تو به کسی دادی که اصلا ارزش نداره، چون تو ارزش بیشتری داری. اوکی؟ اون باید به تو بگه همونطور که بهت گفتم، اندیشه تو، اندیشه من، اندیشه ما، اندیشه دوستانی که این برنامه رو تماشا میکنن، درست فقط، نه با ذهن من، نه با پرسش های جواب های من، نه با دانش من، نه با آگاهی من، من یک وسیلم که اینطور خوب فکر میکنه مثل اونا فکر نمیکنه، مثلا که به شما، به خاطر شما میاره، به خاطر خودش میاره که اندیشه درست، نه اندیشه ها. اندیشه درست تنها فقط با مسائل انسانی و جهانی که او باش رابطه داره. حالا قدم اول، من از شما میخوام که برید اون جهانی رو که برای شما ساختن و شما توش بودید واکاوی بکنید، میگه اون چی بوده، یعنی جهان خودمون رو واکاوی بکنید. در اصل گفتم که اون جهانی رو که اونا بهتون گفتن اینه و شما توش افتادی، بگین کجاست، چیه، چرا من توش این شدم. این میتونه گام اول، تلنگار اول نگاه کردن به لایه اول اون مسائلی که شما بسیار با شیفتگی بیان میکنین و یه مقدار براتون چیز بکنین. مثلا از خودم بپرسم چرا من این آدمی هستم که الان هستم، چرا مثلا پزشک نیستم یا من واقعا میخوام هستی با تو فلسفه هستی با شدن فرق میکنه. مثلا شما فیلم بردار شدید، شما مجری شدید، یعنی نیاز هست که هستی داری. بله، این نیاز هست که اینها رو هم واکاوی بکنم. اینا جزء جهان توئه. بسیار خوب، اینا جزئی شده که تو این هویت الان داری به خاطر اینکه این حرفه رو داری، به خاطر اینکه این دانش رو داری، به خاطر اینکه این علاقه داری. اینا جزئی هستن از اون کل که شده من، ولی چیزهای پیچیده‌تری ماورای اینا هست که تو باید بری و من باید دارم تحقیق بکنم. مثل چرا جهان منو
اینطور ساختند. قدرت یاد تو بیار اینطور. من توی اون چه کار چه شراکتی داشتم، چه سهمی داشتم؟ نگاه کن، متاسفانه به خاطر اینکه در یک فرهنگی بودید که یا شاعرانه بوده یا صوفیگرایانه، هنوز شما هم توش گیر کردید. اینجاست که فلسفه رو نمیبینید و کار بسیار سترگ این که من کیستم رو نمیگیریم، میریم میشیم ایزوله و میگیم توی خودم میخوام غور بکنم، خودم رو پیدا بکنم. من خودم رو نمیتونم توی خودم پیدا بکنم بدون گفتگو با شما و به طور جدی. ولی همینطور که گفتم، شعور و اندیشه با ستیزگری خو نداره بدون اینکه با شما ستیزگری بکنم. پذیرش دیگری مطلق است. حالا تا زمانی که در اون گفتگو خشونت، کینه ورزی، ایزوله کردن، هدف نابود کردن، انتقام جویی توش نباشه، امید این که به این پرسش شما که بسیار حیاتیه خوب توجه کرد. جواب دادنش احتیاج به تحقیقات و باز کردن و باشکوفی بسیار می‌دهد. از اونجایی که ما انسان هستیم، گمان میکنم به محض اینکه سوال طرح بشه جوابهایی خواهد آمد در پی، حالا یا در فکر من یا در تحقیقاتم یا در جستاری که دارم میکنم برای رسیدن به جواب. 100%. و اون بیشتر با این در بافت جستن و آگاه شدن به دریافت که ما میگیم، با هم اندیشیدن، با هم اندیشیدن که ما میگیم گفتگو، یعنی اتصال این شعور فردی به اون شعور جمعی، یعنی حرکت به اون سمت. بله. با اندیشیدن، با شوق اشتیاق به رشد درک، نه فقط دوست داشتن دیگری. دوست داشتن هم خودش یک مفهومه. تو میتونی من میتونم تا ابد بدونم دوست دارم، ولی ندونم دوست یعنی چی به عنوان یک مفهوم در بطن گفتمان فلسفه، من اصلا نمیدونم دوستی رو ببینم چیه. این یکی که از مشکلات اساسی ماست. اینا خیلی مهمه که ما وقتی میگیم، نگاه کن الان تو این گفتگوها که بیشتر شک میگیره، توجه کنی من زیاد از اندیشه حرف میزنم. واژه اندیشه سترگه، 2500 سال باش سرکله زدیم و میزنیم و خواهیم زد. میگه که من میاندیشم. پرسش: شما به چی میاندیشید؟ قدم اول. ایناست که میتونیم بیشتر ما بگیم. ولی خب پرسش شما میتونه یک الگوی خوبی باشه برای باز کردن نشانه ها، مفاهیم، چیزی که رسوخ کرده توی ذهنهای ما. به خاطر اینکه گفتم آدم و عادی هم خیلی پیچیده است. این رسوبگری در اذهان ما اصلا کسی بهش نگاه نکرده. ایناست که باید دغدغه های ما بشه و وقتی اینا رو باز کردی، واقعا نشاط به طرفت میاد، رهایی از ترس های بیمورد به طرفت میاد، وحشت های بیمورد زدوده میشه. و اینا همه در بطن این زبانه که توش باید فکر اینطور جریان پیدا بکنه که وارد اذهان ما بشه، که برگرده به اون موضوع که جستن و آگاه شدن، دریافت، با هم اندیشیدن. نه اینکه مثلا من از شما سوال بکنم بعد شما یه جواب خوب بدید بگم گرفتم. میشه این گفتگو نیستش. اینه که توی ایران خودتون دیگه بهتر میدونید، تلویزیون میبینید دیگه، آقا استاد دانشگاه نمیدونم جامعه شناسی ایکس میاد با یه تعارف بسیار عامیانه پرسشی میکنه، بعد میگه استاد، خیلی هم دوست دارم از کلمه استاد که من زیاد خوشم نمیاد از کلمه، بعد میگه خب نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ اونم شروع میکنه به نشخوار کردن و واژه‌های بسیار پرتمطراق زیبا میگه و همه هم امکان داره محصور بشن، ولی خانه مال من نیست. بدبختی ما همین واژه هاست. از قصد صحبت کنه ولی من نمیذارم بیان توش. اینو میخوام بگم. بسیار عالی. پس ما بنا رو بر این میذاریم که شروع بکنیم جستجو، پرسشگری و نقد خود و ورود به حوزه گفتگو. و ورود به حوزه گفتگو و بحث رو در این رابطه در هفته آینده ادامه خواهیم داد، به خاطر اینکه خیلی حالا باید بریم تو این زمینه. البته من کم میارم، زیاد به من نکنید دیگه. اینایی که من به شما منتقل میکنم، شما این تعقیب میکنید دیگه، خودت جواب میدید.
اختیار داره استاد. نه خیر. نفرمایید. سپاسگزارم از شما که تشریف آوردین. امروز هم در خدمتتون بودیم تا گفتگوی آینده.